سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. دوستان یه سری فیلم و عکس میخواییم با هم ببینیم. فیلم و عکس عجیب و غریب به خمیلنیسکی حمله کردن. الان همه میگن خمیلنیسکی چیه؟ تلیگر خوردنیه، پوشیدنیه، آدمه، به زندگی ما چه ربطی داره؟ عرض خواهم کرد، مفصل خدمت شما عرض خواهم کرد. در روزهای گذشته شاهد حملاتی از سوی روسها به مواضع ناتو در اوکراین بودیم، در نبردی که اتفاق افتاده است. بخشی از این ماجرا رو می‌خوایم بررسی بکنیم از این جهت که فیلم‌ها و تصاویر عجیب و غریبی از انفجارهای مهیب و حیرت‌آور که متأثر از این حمله بوده در رسانه‌ها منتشر شده. نکته عجیب‌تر اینجاست که خیلی رسانه‌های همسو با ناتو و رسانه‌های غربی اصلا پیرامونش حرفی نزدن. ببین دو تا حالت داره، یا این چیزی که داریم می‌بینیم واقعا مثلا استفاده از تسلیحات اورانیومی ضعیف شده است، که خب در این صورت تو باید در روش حرف بزنی اتفاقا که بگی آقا ببین داره چی کار میکنه، یا تو یه چیزایی فرستادی که اونا چیزای خوبی نبوده، اونا سلاح متعارفی نبوده، اونا ضربه خورده، به خاطر همین تو تلاش میکنی پیرامون صحبت نکنی. ظاهرا دومیه و ظاهرا آن چیزی که در این حمله نقش مؤثر را داشته و ضربه دردناک را زده است پهپادهای شاهد ایران بوده. میخوایم بریم گزارش رو با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم چه چیزی داره اتفاق میفته. مونتا به خاطر اینکه دوستان من دقیقاً از عمق فاجعه و از آن چیزی که اتفاق افتاده است متوجه به اصطلاح خودمون در جریان قرار بگیرن، دوست دارم فیلم‌های از این ماجرا ببینیم. دوستان حمله‌ای که دارید مشاهده می‌کنید و آتش‌سوزی و حادثه مهیبی که دارید مشاهده می‌کنید مربوط هست به حملاتی که صورت گرفته به انبار تسلیحات ناتو در نزدیکی رومانی در خمیلنیسکی. ببینیم، برمیگردیم نکاتی هم خدمت شما عرضم کرد. آی 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 آی. یه باد یه توی مات زپراف کدا سو شده. لحظاتی از انفجار دارید مشاهده میکنید، ویدیوی بعد با هم دیگه ببینیم. بله، حجم انفجار بسیار عجیب و غریبی در تصویر داره به وضوح دیده میشه، شبیه به یک انفجار هسته‌ای مدیریت شده هست یا شاید چیزی شبیه به این. میریم جلوتر، شاید نظر ما هست. بله، فیلم دیگری از انفجار مشابه داره در تصویر دیده میشه. در این تصویر موشک هایی و همچنین پهپادهای شاهد نقش داشتن. از فاصله دورتر تصویر دارید مشاهده میکنید، انفجار بسیار انفجار عجیب و غریب و پرقدرتیه و خیلی شبیه هست به یک انفجار، بله انفجار دوم هم اتفاق افتاد. روی تصویر دارید مشاهده میکنید، همچنان بعضی ها دارن پیرامون این صحبت میکنن که آیا ممکن هست روس ها در این حمله از تأسیسات به اصطلاح خودمان اتمی تاکتیکی استفاده کرده باشن. اجازه بدید فیلم بعد رو ببینیم بعد کامنتش کنیم. فیلم بعد رو ببینیم بعد کامنتش کنیم. بله، لحظه دیگری از این انفجار عجیب و غریب. بله، خیلی خب، این ویدیو رو روی صحبت من دیدید. همونطور که خدمت شما عرض کردم بر اساس آن چیزی که رسانه‌ها گفتن حمله بوده است از طریق پهپادهای شاهد به انباری که سلاح‌های ارسالی از سوی انگلستان به اوکراین در آن حضور داشته. سلاح‌هایی که انگلستان گفته بود که در داخل اینها از اورانیوم ضعیف شده استفاده شده، دارن می‌فرستن اوکراین. یادتون هست من یک برنامه خدمت شما ارائه دادم، تیترش این بود که رویارویی شاهد ایرانی و بمب‌های اورانیوم ضعیف شده ی انگلستان کدام یک پیروز خواهند شد. فکر می‌کنم حدود دو هفته پیش من واقعا نمی‌دونستم که همچین حمله قرار اتفاق بیفته و مثلا ممکن هست از پهپاد شاهد استفاده بشه برای زدن همچین انباری. اگر همون تیتر رو استفاده کردم حتما می‌دونید که منظورم این بود که یک تقابلی در روسیه در ناتو ببخشید در اوکراین یک تقابلی در اتفاق می‌افته بین تسلیحات دو طرف میدان، تسلیحاتی که خب بخشش ممکن هست ایرانی باشد یا شبیه به داشته‌های ایران باشه و تسلیحاتی که بخشش تسلیحات ناتو. من داشتم به این اشاره می‌کردم که کدام یک در این معرکه پیروز خواهند شد و کدام یک موثرتر خواهد بود.
اگر این چیزی که داریم میبینیم و اگر آن چیزی که رسانه ها میگویند درست باشد، به نظر میرسد که پهپادهای شاهد تسلیحاتی که انگلستان برای اثرگذاری بر معرکه نبرد به این میدان فرستاده بود رو قبل از ورود به صحنه نبرد منهدم کرده. تا چه حد میتونه این ماجرا درست بشه؟ رسانه‌های رسمی خیلی پیرامون این قضیه صحبتی نکردن. طرف غربی هم کامل سانسور کرده. این چیزی است که در رسانه‌های این سوی میدان، یعنی در رسانه‌های روسیه داره مطرح میشه. من دوست دارم که چند تا خبر خدمت شما بخونم، خبرهای مهمی که الان داره پیرامونش صحبت میشه. اومدن بررسی‌های انجام دادن، گفتن افزایش سطح تشعشعات در اوکراین در پی نابودی گلوله‌های اورانیومی انگلستان. تصاویر رو روی صحبت مشاهده می‌کنید. اشاره کرده که اینها رو وارد کردن برای اینکه ازش علیه روسیه استفاده کنن. حالا ظاهرا اوکراین داره بابتش آسیب می‌بینه. من قبل از اینکه اصلا این بحث رو جمع‌بندی بکنیم و جزئیاتش رو با هم بخونیم، یه سوال می‌خوام مجدد بپرسم. آقا سلاح اتمی خوب است یا بد؟ خیلی واضح است، بد است. دنیا باید با آن مقابله کند و جلوی اشاعه آن رو بگیره. دمت گرم. پس جلوی اشاعه‌اش رو باید بگیره. بعد تو وقتی میخوای تو دهن روسیه بزنی چی بهش میگی؟ میگی من سلاحای فرستادم که اینها درش اورانیوم ضعیف شده استفاده شده، درسته؟ تو وقتی اینو داری میگی، الان با اون که گفتی سلاح هستی بدست مغایرت نداره، با اون که گفتی تسلیحات هستی بدست مغایرت نداره، این مغایرت داره. یعنی تو داری یک حرفی رو میزنی، در رفتار یک کار دیگه ای داری میکنی. غرب تحت هیچ عنوان به آن چیزایی که میگوید در حوزه تسلیحات، در حوزه توان نظامی متعارف، در حوزه توان نظامی نامتعارف ذره‌ای باور نداره. همه اینها فریبی هست برای اینکه آنها بتوانند بر عالم سیطره داشته باشند. آقا چیکار باید کرد؟ یعنی مثلا بمب اتمی باید داشته باشیم؟ من ساده میکنم ماجرا رو. ما باید در هر حوزه‌ای که میتوانیم به شدت قدرتمند بشیم. ما در حوزه توان متعارف اینها رو پشت سر گذاشتیم. هر کسی که مخالف من فکر میکنه الان برنامه من رو ببینه که غیر حرفه‌ایه. اثبات شد. دیدی حرف من اثبات شد. میگفتم تلیه غیر حرفه‌ایه. مگه میشه ایران از اونو قدرتمند تر شده؟ ما در حوزه تسلیحات متعارف از آنها قدرتمندتر شده ایم. با اشراف کامل دارم این رو خدمت شما عرض میکنم. وقتی فرمانده سابق سنتکام میگه که درکی که باید نسبت به مسئله پیدا بکنیم باید ما رو به این نقطه برسونه که ایران ما رو به چالش کشه در حوزه موشکی و پهپادی، در حوزه نامتعارف اوضاع خوبی داریم، بریم تو متعارف به چیزی برسیم. وقتی داره این رو میگه یعنی من اونها رو به چالش کشیدم، یعنی من ابرقدرت هستم در حوزه تسلیحات متعارف. کسی هم نمیتونه این ردش بکنه. واقعیتی هست که دنیا وادار به پذیرش شده. کدوم تسلیحات ناتو رو شما میتونید اسم ببرید در به اصطلاح خودمون یمن استفاده شده باشه، در جاهای دیگر دنیا استفاده شده باشه، من نتونم به چالش بکشم؟ تسلیحاتی وجود نداره. خب وقتی این رو دارم خدمت شما عرض میکنم، یعنی ما در توان نظامی متعارف از آنها برتری پیدا کردیم. در حوزه نامتعارف هست که اونها احساس میکنن میتونن کارهایی بکنن. و البته این تصاویر نشون میده که ماجرا متفاوته. اجازه من ادامه گزارش رو برای شما بخونم. گفته بر اساس گزارش‌های تایید نشده، سطح تشعشعات رادیواکتیو سرد شده در منطقه خمیلنسکی اوکراین از زمان نابودی انبار بزرگ مهمات شهر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. رسانه‌های روسی احتمال می‌دهند که تعداد زیادی از گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده که در این ساقه مهمات وجود داشته بر اثر پهپادهای شاهد و کروزها نابود شدند. یه نکته داخل پرانتز بگم قبل از اینکه بریم جلوتر. تو یکی دیگه از برنامه خدمت شما هستم. وقتی می‌خوای یه عملیاتی انجام بدی که یقین بدونی محقق میشه، از چیزی اثبات میکنی که از داشته‌های خودت بهش بیشتر ایمان داشته باشی. تو حملاتی از این دست و تو نبردهای قبلی آن چیزی که به کار رفته است شاهد بوده. شاهدی که حالا یا از اون مدل ایران ساختن یا مثلا ایرانیه. یه نکته بالاخره داره. ولی احساس کردن که این جواب میده. برگردیم به عراق و سوریه. حمله اخیراً صورت گرفته بود به آمریکایی‌ها در سوریه و آمریکا تلفات سنگینی داده بود توی این حمله که بعدش گفت من ناو میبرم سوریه و نیروهامو لازم باشه بیشتر می‌کنم. حرفای از این دست. اون حمله که هیچ غلطی ملت نکردن. حمله‌ای که صورت گرفت یه دونه پهپاد بلند شده بود زده بود، 10 تا نفرستاده بود رو سر پایگاه، یه دونه فرستاده بود با یه دونه زده بود. یعنی من یقین دارم که هیچ چیز نمیتونه باش مقابله کنه. وقتی شما یه دونه میفرستی پیام دینه دیگه، یعنی میدونم هیچ کس نمیتونه اینو بزنه، چیزی ساختم که کس نمیتونه. اینجا آن چیزی که اتفاق افتاده پهپاد شاهد بوده، پهپاد اومده عملیات کرده. پهپادمون رو که مثلا با انرژی هسته‌ای که نساختیم که مثلا مسلح به بمب اتمی نیستش،
وقتی همچین فاجعه ای اتفاق میفته، بعدش همچین خبری در رسانه منتشر میشه، بعد شما سانسور عجیب و غریبش رو در غرب میبینی، یعنی اینها تسلیحات هسته‌ای یا چیزی شبیه به اون رو اونجا مستقر کردن، همون حرفایی که گلوله های انگلستان میگفت، و حالا به چالش کشیده شدن. گندی هم زدن، نمیتونن پیرامونش صحبت بکنن. بریم ادامه شما ببینیم. در ادامه خبر به این اشاره کرده، گفته با توجه به اینکه اورانیوم ضعیف شده مقدار نسبتا کمی از تشعشعات سطح بالا را به وجود می آورد، افزایش فعلی نشان دهنده انهدام انبار بسیار بزرگ از این نوع مهمات است که باعث شده این حجم از گرد و غبار اورانیوم را در محیط پخش بکند. این تشعشعات با در نظر گرفتن تجربه استفاده ناتو در یوگسلاوی و عراق می تواند در کوتاه مدت منجر به شیوع سرطان و دیگر بیماری ها در منطقه بشود. فاجعه ای رو در سالهای قبل اینها در یوگسلاوی و در عراق رقم زدن با همین تسلیحات. تو عراق فکر میکنم فلوجه انقدر این ماجرا و این تشعشعات سطحش بالا میره که اینها اعلام میکنن میگن از هیروشیما وضعش وحشتناک‌تره. خیلی ها مثل هیروشیما دیگه رسما بمب اتمی زد وسطش، میگفت عراق فلوجهش از این بدتر شده. تو یوگسلاویش هم داستان همین شکلی بوده، میرن رو سرش، آقا شهر که بی صاحب باشه این شکلی باش برخورد میکنن، این شکلی باش برخورد میشه. همین داستان رو اومدن در اوکراین پیاده بکنن که ظاهرا پهپادهای شاهد و تسلیحات دیگری کاری را رقم زده اند که فعلا غرب ترجیح داده در بهت و حیرت باشه، در روی صحبت نکنه تا بعدا مفصل‌تر بهش بپردازه. من طولانی‌ترش نمی‌کنم، فکر می‌کنم تو همینجا کافی باشه. اگر نکته‌ای داشتین درباره این گزارش حتما برای ما بفرستین. یه گزارش دیگه می‌خواستم انتهای این به اصطلاح خودم ببخشید ارائه بدم به شما. در این گزارش توضیح بدم درباره همکاری‌های نظامی که مدعی هستن داره الان صورت می‌گیره از سوی روس‌ها با ایران و درخواستایی که روس‌ها مطرح کردن، که دیگه خیلی طولانی میشه. اگه بخوایم وارد این مسئله بشیم بسیار بسیار طولانی گزارش ما خواهد شد. اگر موافق باشی چند تا پیام می‌خوایم با هم بخونیم دوستان، بعد از ماها که موفق نشدیم پیام بخونیم. البته از بعد از ماجرای مهسا امینی چیزی حدود 8 ماه پیش، خب من پیام‌خوانی رو مجبور شدم متوقف کنم، یه مقدار این ماجرا به حاشیه رفت، ولی الان یه خورده وقتمون آزادتر شده. می‌خوام بپردازم به پیام هایی که دوستان برای اون فرستادن. خیلی حس خوبی رو این چند روز از همدلی بین رفقای ایرانی و افغانستانی داشتیم و همچنان داریم بعد از اون برنامه که روی فاطمیون کار کردیم، که من اولا به بهانش میخوام از همه عزیزان بابت کامنت هاشون که به همدلی بیشتر کمک میکنه تشکر بکنم، و دوما دوست دارم که بخشی از این پیام ها رو بخونم که حال شما دوستان عزیز هم خوب بشود. دوست عزیزی برای من نوشتن که سلام تحلیلگر، واژگان در وصف فداکاری فاطمیون قاصر است. این پرستوهای مهاجر در هر کجای عالم که باشند، سرزمین اصلی و مادریشان خراسان بزرگ و ایران پهناور، قدمشان بردیده منت. لشکر بزرگ و مقاوم ایالات متحده مقاومت، سرزمین‌هایی که به ناحق غصب شده، انشاءالله روزی برسد که همه فتح گردند و بنیانگذار مقاومت در آن سرزمین‌ها باشد و فاطمیون جلودارشان خواهد بود و دوشادوش دیگر فرزندان مقاومت علمدار را یاری خواهد کرد. زنده باد فاطمیون و دیگر دلاوران خطه مقاومت. بسیار ممنونم، بسیار خوشحال شدم از این پیام. خیلی زیاد پیام شکلی داشتیم، خیلی زیاد پیام شکلی داشتیم. کلمه مقاومت، محور مقاومت، جغرافیای مقاومت، ایالات متحده مقاومت، این حقیقت رو ما باید بپذیریم، روش تأثیر پیدا بکنیم. ما باید روی کلمه مقاومت تأثیر پیدا بکنیم. وقتی توی غرب گزارش نوشته میشه میگه اینها جغرافیای جدید ساختن به نام مقاومت، عجیب هست که تو ایران کسی در باش حرف نمیزنه. عجیب هست که افغانستان نمیفهمه این کلمه مشترکی هست بین ما. اون یکی نمیفهمه، اون یکی نمیفهمه، خود ما هم تو ایران هم نمیفهمیم. تا یه جایی شما نگون که جامعه خیلی درگیری نشده. آقا من جغرافیای جدیدی ساختم. هر آن چیزی که در طول این سالها در منطقه از هم جدا شده، چون دستهایی رو ما در دست هم داشتیم، هر چیزی که جدا شده ذیل این جغرافیا دوباره ساختم، احیاش کردم. متاسفانه یک فکر میکنم که ضعفی همه ما در این حوزه داریم که کم داریم در مورد این صحبت میکنیم. این باید رسمیت پیدا بکنه، این باید مهم بشه، این باید اولویت پیدا بکنه، باید مفصل در مورد این حرف بزنیم، باید این ادبیات رو جا بندازیم، باید کمک بکنیم که دیگرانی هم مفصل پیرامون کلمه مقاومت فکر بکنن، جامعه درکش بکنه و بتوانن بهش افتخار بکنن. این از همه چیز مهمتره. و ما سرزمین هایی رو در اشغال داریم، ایالات متحده مقاومت سرزمین هایی رو در اشغال دارد. ما نمیتونیم درگیر زندگی خودمان باشیم در عراق، در سوریه، در لبنان، در فلسطین، در کجا، در کجا، در حالی که بخشی از سرزمین‌های مقاومت، بخشی از جغرافیای ما در غربی ترین نقطه مقاومت یعنی در فلسطین در اشغال است. این نقاط باید آزاد بشه، این نقاط باید آزاد بشه
و به یاری حضرت الله همزمان با این مهم ما حرفای اساسی برای عالم خواهیم داشت. دنیا باید قدرت جدیدی به نام مقاومت را که ملت‌های مختلفی زیر پرچمش جمع شده‌اند را بپذیرد. بسیار ممنونم از پیام شما. دوست دیگری گفته که یه پیام خیلی خاص دیدم. رفیقی نوشته که با عرض سلام و خسته نباشید، ای کاش به جای کلمه آبشخور فکری از کلمه زیباتر سرچشمه فکری استفاده میکردی. خیلی ممنونم از رفقایی که با این دقت مطالب رو میبینن و بسیار توجه دارن و تذکر میدهن و اشارات دارن. حتما سعی میکنم که این جنس از موارد رو و این جنس از کلمات رو بیشتر بهش دقت داشته باشم. از شما خیلی ممنونم. دوست دیگری مشابه همین رو گفته که تحلیل تو برگشتی از کلمه بی سرزمین استفاده کردی، از کلمه بدون مرز بود استفاده میکردی. خیلی متفاوته این دوتا. بدون مرز با بی سرزمین خیلی متفاوته. من بی سرزمین رو عامدانه به کار بردم. اگر دقت بکنی توضیح هم دادم که منظورم چه چیزی بود. ولی باز به هر جهت ممنونم از پیام ارزشمندی که ارسال کرد. یعنی میخوام بگم که نه برداشت بدی حرفم بود، نه توهین خواستم بکنم، نه چیزی، نه انگیزه ای داشتم از گفتنش که عرض کردم. ولی باز به هر جهت ممنونم از پیامی که ارسال کردن. دوست عزیزی این پیام رو خیلی دوست داشتم. آقای حسین گفته که سلام آقای تلگر عزیز، غربی ها و به دوستان عزیز هم سلام کرده، من سلام شما رو منتقل میکنم. گفته که غربی ها ناتو رو تشکیل دادن ولی اون چیزی که ما اینجا راه انداختیم محور مقاومته که سردار دلها کمک کرد این به راه بیفته و این داشته مهمی هست که تا ابد برای همه ما ماندگار است. بسیار مهمه این حرف، بسیار کلمه و نکته مهمی. بله آنها تلاش کردن چیزی به نام ناتو داشته باشن. ما اینجا ایالات متحده مقاومت به وسعت منطقه خاورمیانه داریم و البته در جاهای دیگری رفقایی هستن که باید دعا بکنیم. اینا دارن کارهایی میکنن، بسیار سخته، بسیار انجام بعضی از مسائل برای محقق کردن یک اتفاق مهم سخته. دارن کارهایی میکنن. در بعضی جاها کسانی به اینها حساس شدن، در بعضی جاها نه. دعا بکنید برای تک تک این رفقا که بخششون خارج از منطقه جغرافیایی ما هستن، در نقاط دیگر دنیا هستن. دعا بکنید که به یاری خدا به زودی بتوانیم پرچم‌های زیبای دیگری رو در کنار این پرچم ببینیم. بعضی چیزها در فضای غیر رسمی خیلی پر استرسه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میگه خدا کمک بکنه که اتفاق بیفته، اون حرکتی که دارن میزنن به نتیجه برسه. و باز عرض میکنم برای همه این اتفاقاتی که شبانه روزی داره بابتش تلاش میشه و پر استرس داره بابتش تلاش میشه، دعا بکنید که به یاری حضرت الله به زودی شاهد اتفاقات خوب باشیم. بله آنها با ناتو، با ائتلافی که به راه انداختن، سعی کردن حرفی بزنن و ما چیزی به نام ایالات متحده مقاومت را برای حفظ و دفاع از سرزمین‌هایمان و ایستادن در مقابل مزاحمین فرامنطقه ایجاد کرده ایم. امیدوارم این برای ملت‌های منطقه برکت داشته باشه و به زودی بهترین‌ها رو در منطقه ما رقم بزنه. طولانی‌ترش نمی‌کنم، فکر می‌کنم تا همینجا کافی باشه. اگر نکته‌ای بود در قالب پیام برام بفرستین. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.